برگردیم به دوران بچگی، برمیگرده به یک کودک بسیار شیطون و شب و خدمتتون عرض بکنم که خاطراتی که همین الان اگه قرار باشه که ابوام و دور هم دیگه جمع شن، گاه هم ممکنه برای گفتگوی جذاب اون خاطرات شیطنت های من نقل قول بشه. از جمله این که خیلی من دوست داشتم ببینم اگر که یک مرغابی رو توی دستم بگیرم که میشو فشار بدم آیا خطر میشه یا نه، و خب متاسفانه شد و هیچ وقت هم فرصت نکردم از همسایم عذرخواهی بکنم، من همینجا عذرخواهی بکنم ازش. و یا این که خونه بزرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمه و عموی من تقریبا هیچ چیزی توش هیچ جایی نبود که مورد دستبرد من قرار نگرفته باشه. این زندگی و این کاراکتر بزرگ شد در عین فعال بودن، در عین هایپر اکتیو بودن بسیار باهوش و متمرکز هم بود و تقریبا همیشه جزو 5 نفر برتر مدرسه و راهنمایی و دبیرستان تا اینکه بزرگ شدم و به یک بزنگاه مهم توی زندگی رسیدم. بزنگاهی که اونجا قرار بود انتخاب رشته بکنم به خاطر حضور در یک فضای باز، شاید زندگی از لحاظ علمی من خیلی به کشاورزی علاقه داشتم. این قسمت رو خیلی با دقت بیشتری گوش بفرمایید. و تصمیم گرفته بودم، خب رشته ریاضی بودم دیگه، تصمیم گرفته بودم که برم توی دانشگاه و کشاورزی بخونم. خیلی هم اصرار داشتم. اونجا تقریبا به هر کسی که مراجعه میکردم و خب یه مقداری افق رو هم نگاه میکردم، من اونو دوچار تردید میکرد این رشته‌ای که میخوام توی دانشگاه انتخاب بکنم. یه یعنی فرق بود که حالا اپروچ ها و میکردهای مختلف وجود داره، وقتی آدم اینجور وقتا گیر میکنه معمولا با آدم های مختلف مراجعه میکنه. یه نفر هستش که خیلی آدم با تجربه میگه که پسر جا برف من گوش کن، من بهت میگم برو رشته مهندسی عمران، برات خوبه، آینده داره، فلان و فلان، منم کشاورزی دوست دارم، درسته که باهوشم. یه نفر دیگه هست میگه عزیزم به خاطر خودت میگم، من دلم به خاطر تو میسوزه و نمیخوام ضرر بکنیم، این همه باهوشی چرا از دست میدی موقعیت رو. یه نفر دیگه هست میاد میگه که یا من به عنوان یک کسی که توی این موقعیت قرار گرفتم نگاه میکنم ببینم که رفقام چیکار کردن، بخوام برام همون کار رو انجام بدم. رجوع به مشاور، رجوع به روانشناس، رجوع به یک رفیق، رجوع به پدر، رجوع به دوست، آشنا و یا متخصصین مختلف توی همون لحظات برای من راهی مختلفی وجود داشت. اما اونجا جایی بود که من برای اولین بار با یک مبحثی روبرو شدم که انگار با من متفاوت داره صحبت میکنه، کسی که باعث شد یه جورایی من نگاه هم به دنیای خودم و بیرونم متفاوت بشه، کسی که اومد این نقش رو برای من ایفا کرد. گفت فلانی میخوای بری کشاورزی؟ گفتم آره. دقیقا برای چی میخوای بری؟ گفتم خیلی دوست دارم، دوست دارم این رشته رو، واقعا کیف میکنم. گفت دقیقا از چیش کیف میکنی؟ گفتم ببین من اصلا با خاک حال میکنم موقعی که میخوام برم، مثلا اون موقع فضای خونه ما باهاتون، من وقتی بیل میزنم، وقتی یه درختی میکارم، وقتی که یک چیزی رو رشد میدم و شاهد رشدش هستم و خیلی برای من لذت داره. گفتش که برای همینه که میخوای بری مهندسی کشاورزی بخونی؟ گفتم آره. گفت مهندسی کشاورزی میخوای بری بخونی یا میخوای بری کشاورزی کنی؟ گفتم خب من فکر میکنم که با رفتن تو رشته مهندسی کشاورزی که من میتونم برم به کشاورزی برسم. گفتش که این تنها چیزیه که از یک رشته دانشگاهی میخواد. گفتم نه، من خب میخوام این رشته خوبی باشه، پول داشته باشه، شأن اجتماعی داشته باشه، استخدام بشم، نمیدونم بعدش ازدواج بکنم و خیلی چیزای دیگه. گفت خب الان این رشته‌ای که انتخاب کردی به تو اینا رو میده؟ من گفتم من میدونم فقط خیلی بهش علاقه دارم، دوست داری که بیشتر تحقیق کنی؟ گفتم اصلا چیکار کنم از اومدم اینجا؟ و من گفتش که اگر یه رشته دیگه‌ای باشه که اینا رو بهت بده اما صرفاً علاقه‌مندی رو بهت نده چی؟
گفتم چه اتفاقی بوده؟ گفتم این رشته دیگه هست که مثلا اون داره، علاقه مندی هم داری، اما صرفا کشاورزی نیست. تو این رشته کشاورزی الان تو باید بری استخدام جایی بشی، میدونستی؟ گفتم نه. گفتم لزومن کشاورزی که میخوای بکنی آیا به تو یا مهندسی کشاورزی که میخوای داری آیا منجر به این میشه که تو بری حتما تو رشته که مورد علاقته؟ و اونجا من با یک رویکرد دیگه آشنا شدم. از گفتم رویکردی که من رو به فکر وادار کردم و باعث شد که تمام اون گاردی که میگرفتم تو ذهنم، که اون کسی که داشت به من زور میگفت، اون کسی که داشت به من توصیه میکرد، اون کسی که داشت به من تجربیاتشو میگفت، اون گارد ذهنی من رفت کنار و اتفاقی که افتاد خودم نشستم فکر کردم چه جاله، من میتونم برم یه رشته دیگه. و همین اتفاق افتاد و من رفتم رشته مهندسی صنایع درس خوندم. و از اون لحظه به بعد تمام آن چیزی رو که درش مواجه شدم، تو زندگی باهاش مواجه شدم، رو مدیون این گفتگوی عمیق بودم که مسیر تحصیلی من رو عوض کرد. وارد زندگی شدم و بعد از پایان تحصیلم تو رشته مهندسی صنایع رفتم تو حوزه‌های مختلف صنعتی، تجاری، مالی، سرمایه‌گذاری و غیره و شرکت خودم رو راه اندازی کردم. و از سال تقریبا 81 تا سال 91 یک برند سعودی بسیار خوب رو تجربه کردم. سوال میخوام از شما بپرسم. در سال 90، در سال حدود 89-90 فرض کنید که یک شرکتی دارید که حدود 180,000 دلار در ماه درآمد داره. این عدد ممکنه برای بعضی ها خیلی بالا باشه، برای بعضی ها عددی نباشه. شما توی زندگیتون خونه دارید، ماشین دارید، ویلا دارید، خدمتتون عرض بکنم که باغ دارید و همه چیز دارید، اما اونجا حالتون خوب نیست. به جایی میرسی توی زندگی که از بیرون خیلی ممکنه برای تو کف بزنن و مورد تشویق قرار بگیرید، اما حال دلتون خوب نیست. و من مجددا دچار یک بحران شدم. بحرانی که از کجا آمدن؟ آمدن هم بعد چه بود؟ به کجا آمدن آخر؟ یعنی آمدن و اون لحظه بود که تصمیم سختی رو گرفتم. جایی بود که مجدداً احساس تنهایی کردم، احساس کردم کسی نیست که من درد بکنه. به رفقا میگفتن دلت خوشی زده زیر دلت، بشین زندگی رو بکن. به یک متخصص مراجعه میکردم، به من راهکارهایی میداد که لزوماً منطبق با اون چیزی که من هستم نبود و باعث میشد که من نسبت به خودم شک بیشتری پیدا بکنم. اگر میخواستم به حرف اونا گوش بکنم، نارضایتی درونی داشتم و اگر میخواستم به حرف دل خودم گوش بدم، نمیدونستم که اون مسیر رو باید برم. و اتفاقی که برای من افتاد این بود که حدود سال 93-94 بود که تقریبا من به یک بن‌بست فکری خوردم. اتفاقی که منجر شد یک سال توی موقعیت لافکری قرار بگیرم، چیزی رو با خودم حل نکنم، واقعا دست به کار خاصی نزنم و تصمیم گرفتم که یک تغییر بنیادی بزرگ توی مسیر شغلی و زندگی خودم ایجاد کنم. اون تغییر بنیادی بزرگ از جایی شروع شد که من احساس کردم برای این چیزی که الان هستم و این چیزی که دارم آفریده نشدم. صحبتی که خیلی از عزیزان پرویزی کردم خب جالب بود برای من و اونم این که من مجبور شدم یه مقداری درمی نگریم ببینم دقیقاً داره واسه چون بدم. چیزایی که الان دارم به من احساس خوشحالی و خوشمودی و خرسندی میده یا نه؟ و این درون نگریه به جایی رسید که اومدم نگاه کردم ارزش‌های خودم رو، اومدم نگاه کردم رسالتم رو، دیدم چیز شفافی ندارم. یکی یکی از درون خودم کشیدم بیرون و گذاشتم روی میز جلوی خودم. گفتم تو میخوای به اینا برسی؟ ریلی که گذاشتی قبلا توی زندگی تو رو به اینا میرسونه؟ میگم نه. گذاشتم چی کنار
و دیدم که برای من انگار یه چیزای دیگه ای مهم. خسته شده بودم از اون زندگی تقریبا، از هر تا چیزی که داشتم. دیدم برای من به جای معامله کردن، به جای تجارت کردن و به جای ترید کردن، برای من خدمت به انسان ها نگاه کردم. دیدم که دوست دارم شغلی رو داشته باشم که کلاس و پرستیژ بالایی داشته باشه. خدمت، پرستیژ. نگاه کردم دیدم که خب درآمد خوب هم میخوام، دوست داشتم که درآمد بالا هم داشته باشم، گذاشتم تارگت. و به خودم نگاه کردم، دیدم شخصیت من و نوع ارزش‌های من طوریه که دوست دارم دائما در حال رشد باشم. جایی رفتم قرار گرفتم که احساس کردم نزدیکترین جای من به خداست و اونجا از خدا هستم. خدای من نمی‌دونم که واقعا چی خوبه و چی دوست داره من. خودت به من و پیش پای من راهی رو بذار که اون راه برای من این کار فراهم. و از خدا خواستم که من نمیدونم چی میخوام، اما یه شغل میخوام چهار تا چیز داشته باشه. یک، جنسش خدمت به آدم ها باشه. دو، پولش خوب باشه، درآمد خوبی داشته باشه. سه، کلاس، شأن و پرستیژ اجتماعی بالایی داشته باشه. و چهار، ته نداشته باشه. من توی این مسیر تنوع دوست دارم توی اول نمیدونستم اصلا چی هست. و بعد از این راز و نیاز با خدا رسیدم به یک نقطه ای که و مواجه شدم با موضوعی که دیدم چه جاله اون داستانی که گفتم براتون موقع انتخاب داشتم یه نفر اومد یه گفتگوی خاص داشت. دیدم انگار یه همچین چیزی توی دنیا وجود داره و با چیزی به نام کوچ و کوچینگ آشنا شدم. از سال 94 توی حوزه قرار گرفتم که بعد از یکی دو ماه از ورود بهش دیدی تو خیلی وقتا یه چیز خوب و خوشمزه رو میخوای بعد میذارم کف دست و بعد نمیدونی بعدا میگم این همون بود که من میخواستم. و از همون لحظه با چیزی مواجه شدم و در دنیای قرار گرفتم که اساساً با دنیای قبلی من متفاوت بود و اتفاقی برام افتاد. به تک اون چیزایی که از خدا خواسته بودم رسیدم. با مبحثی آشنا شدم که به جای این که به دیگران توصیه کنم، به جای این که براشون نسخه بپیچم، به جای این که به اونها بگم این درسته، این غلطه، یا لزوماً بخوام تجربه زیستی خودم رو به اونها منتقل بکنم و بگم پا تو جای پای من بذار اگر که میخواد موفق بشی، دیدم به جای رسیدم که به انسانها به عنوان یک انسان احترام بذارم. چرا گفتم این تجربه من شاید تجربه شما نباشه؟ چون من منم و تو تویی. و هیچ کسی رو ندیدم توی موفقیتش از همون موقع تا الان توی مسیر رشدش که ادای موفقیت کسی دیگه رو در برده باشه و به قله‌های بالا رسیده باشه. به این مفهوم رسیدم که انسان‌ها منحصر به فردند، چون خدا یه دونه از تو بیشتر تو این دنیا نیافریده، یه دونه دیگه این خودت پیدا کن نیست. اگه یه دونه از تو توی این دنیا هست، پس اون چیزی که باعث میشه تو بدرخشی و به قله خودت برسی، یک، اینه که پیداش کنی، دو، اینه که زندگیش کنی. و خدا رو خیلی شاکرم که الان توی مسیری هستم که هم به آدم‌های مختلف، هم به خودم، هم به آدم‌های اطرافم، هم به کسب و کارها، هم به افرادی که دوست دارن برند بشن، دوست دارن موفق بشن، با این متدولوژی کمک می‌کنم. برندینگ چیه؟ خیلی صحبت گفته شد و خیلی هم در ادامه گفته خواهد شد. اگه قراره که این گونه نگاه بکنید که تک تک شما افراد برندید، تک تک کسب و کارها برند هستند، اعتقاد من در اینه. منتها چند تا چیز وجود داره برای اینکه این برند شکوفا بشه. یک، اینکه خودت و کسب و کارت رو بشناسی، همون گونه که هستی بشناسی. شناخت اولیه ما نسبت به خود و کسب و کارهای ما حتما همراه با خطاهای شناختی. مثل من که من خودم درست نمیشناختم، فکر میکردم اینو میخوام، در واقع با یک روی کرده دیگه تونستم هم به اون برسم هم به یک چیز بلندتر.
اگر که شناختی خودت رو، حالا میخواد انتخاب کنی به تصمیم بگیری که میخوای در جهت رشدش یا در جهت معرفیش به آدم های دیگه قدم بگذاری یا نه. بعضی ها هم دیگه هستن و نیاز نداره خیلی به خاطر برند معرفی بشه، اما بعضی ها میخوان خدمت بدن، مسئول بپوشن و نیاز به شناختن بیشتر و متأثر دیگه هم وجود داره. پس در مسیر این که خودت و یا کسب و کارت رو بخوای به دیگران بشناسونی، نباید رفتارها و اقدامات اشتباهی انجام بدی. باید شخصیت بند خودت رو بشناسی و این اتفاقی هستش که برای همه افراد موفق میفته و اون برندهای ضربه میخورن که کار میکنن که در واقع اون نیستند. برم یک اشاره کوتاهی بکنم به افرادی که معروف میشن، مشهور میشن، اما مثل منی که تغییر مسیر دادم به جایی میرسن که خیلی اون خانم رو میشناسن، از بیرونم کلی دست و جیب و هورا براش میکشن، اما وقتی از درون به خودش نگاه میکنه اینقدر حالش بده و افسرده است که متاسفانه منجر به خودکشی افراد هم میشه. پس تو باید به موقع و به اندازه بزرگ بشی. برای همینه که میگن اگر من اونجایی که بزرگ شده بودم به موقع نبود و به اندازه هم نبود، برای همه حال از درون نبود. برای همین میگن که استارتاپ ها اگر در زمان اشتباهی بهشون تزریق سرمایه بشه باعث فروپاشی بشه. عاشق آنچه میپرستی باش، فارغ از جام و میپرستی باش. تو برای تعالی آفریده شدی، بهترین هر آنچه هستی باش. امیدوارم مفید